دوستان سلام، ارادت، خیلی خوش آمدید به تول تاک های چوب روز بستم. یکی از دوستان پرسیده بود که من برای مهاجرت به کانادا یا یک کشور دیگه چه رشته ای از نجاری رو بخونم. قبل از اینکه پاسخ بدم بهتون، خدمتتون بگم که ما مشاور مهاجرت نیستیم، تشویق برای مهاجرت نمی کنیم، فقط چون خیلی خیلی از ما سوال میپرسید سعی میکنیم که جواب درست رو به شما بگیم و شما رو از گمراهی نجات بدیم. واژه نجات رو روش تاکید میکنم، حتما پس از جستجوی فراوان به این واژه من ایمان میاریم. منبع تحقیقات ما چی هست؟ ناشی از تحقیقاتی که داشتیم، تجربه‌ای که داشتیم از دوستانمون در خارج از کشور که نجار هستن و کسب و کار دارن اونجا، و یا دوستانی که باهاشون گفتگو داشتیم و دو تا از این گفتگوها رو در یوتیوب آچو گذاشتیم، میتونید برید ببینید. با سارا پولکلهور گفتگو داشتیم که دانشجو رشته نجاری است در کانادا، و با بابک راد گفتگو داشتیم که یک نجار هست در استرالیا، و منبع این حرفامونم معمولا از این دوستان هست. ما در رشته نجاری در خارج از ایران چندین زیرشاخه داریم. تو ایران به صورت کلی به اسم نجاری اون رو میشناسن، اما در دیگر کشورها رسته‌ها و رشته‌های مختلفی داره. اولین رشته وودورکینگ هست که معطوف هست به کارهای معمولا هنری‌تر، مثلا این وودورکینگ هست، یا مبلمان سلطنتی و منبت شده، اون زیر شاخه وودورکینگ هست. دومین شاخه کارپنتری هست که به نجاری معروفه. درب و پنجره‌های چوبی که می‌سازن کار نجار هست، و در این زیر شاخه خودش دو تا شاخه مختلف داره که معطوف میشه به ساختمان‌های چوبی. اولی راف کارپنتری هست که کار فریمینگ و ساختن اون اسکلت و سازه چوبی رو انجام میده، و دومی فینیش کارپنتر هست که دوستانی که فینیش کارپنتری انجام میدن پس از اینکه اون اسکلت ساختمون زده شد و ساختمون به قول ما گرد شد و کامل شد، میرن تو برای انجام مثلا زدن قرنیز یا درست کردن یک سری قفسه‌ها و این کارا رو انجام میدن. کارپنتر میاد درب پنجره ای که فینیش کارپنتر باید نصب کنه رو در واقع میسازه. و گزینه آخر کابینت میکر هست که اسمش روشه، دوستانی هست که کابینت رو میسازن، که اتفاقا ما در گفتگوهایی که داشتیم هر دوی اون دوستان، یعنی سارا پولکرهون و بابک راد از استرالیا، تاکید داشتن که اگر میخواید مهاجرت کنید به یک کشور دیگه، نزدیکترین رشته‌ای که میتونید بخونید یا کار عملی انجام بدید و وقتی مهاجرت کردید خیلی سریعتر میتونید اون رو تبدیل به شغل و درآمد کنید، ساخت کابینت هست. همین کابینت کاریایی که ما تو ایران داریم. یه سری استانداردها اونجا هست، یه سری استانداردها اینجا هست. استانداردهایی که تو ایران هست برای ساخت کابینت خیلی شبیه است به استاندارد ساخت کابینت در خیلی جای دیگه، چه بسا ما تو ایران خیلی حرفه‌ای‌تر کابینت رو می‌سازیم. چون کابینت سازی تو ایران یه جورایی بسپوک و سفارشی است، ولی اونجا خیلی سفارشی نیست. حتی متریالایی که ما استفاده می‌کنیم خیلی پیشرفته‌تر هست. بنابراین اگر می‌خواید مهاجرت کنید، رشته ای که دوستانی که اونجا هستن پیشنهاد دادن و تجربه کاربری خودشون هست و تجربه کار در اونجا، ساخت کابینت است، مهارت ساخت کابینت. و در این زیر شاخه یعنی کابینت میکری یه مهارت دیگه هم هست که یه مدار یاد گرفتنش ساده تر هست، زمان کمتری میبره برای شما، و اون نصب هست، یعنی نصب کابینت. اونجا هم مثل ایران یک سری افراد کابینت رو میسازن و یک سری افراد دیگه کابینت رو نصب میکنن. نصب کابینت رو هم اگر یاد بگیرید جز رشته هایی هست که اونجا خیلی زودتر میتونید وارد بازار کار بشید و خیلی زودتر به درآمد برسید، تا اینکه بعد کار اصلی خودتون رو پیدا کنید و یا کارتون رو توسعه بدید. بازم تاکید میکنم که هدف ما اینجا مشاوره مهاجرت نیست. ما هیچ تخصصی در زمینه مهاجرت نداریم و دوست هم نداریم هیچ کدوم از دوستانی که در ایران زحمت کشیدن و استاد کار شدن مهاجرت بکنن. اما اگر میخواهید این کارو بکنید، امیدواریم که این ویدئویی که خدمتتون تقدیم کردیم به درتون خورده باشه. اگر دوست داشتید لایک کنید، شیر کنید، و اگر در یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. ما سعی میکنیم در یوتیوب و آیتیوب و دیگر سوشالی که داریم به سوالات شما پاسخ بدیم. پاینده باشید. ممنون که منو نگاه کردید.